سلام عزیزان حالتون چطوره امروز میخوایم با همدیگه آزمون قلمچی چهار آبان رو بررسی بکنیم که مربوط به مباحث فصل یک و فصل دو زیست یازدهم هست البته فصل دو فقط تا پایان ساختار چشم هست بریم ببینیم سوالا از چه قرار هست سوال اول به صورت جاخالیه میگه در حالت پتانسیل عمل یا آرامش در یک سلول عصبی حسی که زنده هست چه اتفاقی میافته گزینه یک در پتانسیل عمل زمانی که اختلاف پتانسیل دو سوی قشا به قله پتانسیل عمل برسه فقط یک نوع یون از قشا میگذره خب قطعا غلطه به خاطر اینکه میدونیم کانال های نشتی و پمپ سدیم پتاسیم همیشه فعالن هم و بنابراین دونویون حداقل عبور میکنن دومی میگه در پتانسیل آرامش همانند حالت پتانسیل عمل غلظت یون های همواره در بیرون یاخته بیشتر از درون آن است این دقیقا درسته و یه فکت علمی هست همیشه غلظت یونهای سودیوم در بیرون سلول بیشتره حتی در زمان پتانسیل عمل که یونهای سودیوم وارد سلول شدن ولی باز هم غلظت یونهای سودیوم در بیرون از سلول بیشتر از درون سلوله این به عنوان یه فکت علمی هست و باید بدونیمش بقیه گزینه ها رو هم چک کنیم گزینه سه میگه در زمان پتانسیل عمل با بسته شدن همزمان دو نوع کانال دریچه دار یونی بچه جون ما بسته شدن همزمان نداریم ممکنه بسته باشن همزمان ولی همزمان با هم بسته نمیشوند توی قله هم که میگیم هر دو بستن در واقع یکی بسته شده یکی هنوز باز نشده به همین دلیل هر دو بستن ولی بسته شدن همزمان رو نداریم همونطور که باز شدن همزمان رو برای کانال های دریچه داره یونی نداریم اینو پس حواستون باشه و گزینه چهار میگه در پتانسیل آرامش زمانی که یونهای های به جایگاه خودشون در پمپ سودیوم پتاسیوم متصل هستند یعنی مطابق این شکل تعداد جایگاه های اتصال خالی بیشتر از تعداد جایگاه های پره خب ببین وقتی سودیوم ها متصلن ما میدونیم سه تا سودیوم جابجا میشه در حالی که ما به ازاش دو تا پوتاسیوم میاد داخل خب سودیوم ها که وصلن یعنی در واقع سه تایی وصلن پس پرا بیشتر از خالی هست. بریم تست دوم رو بخونیم میگه در ارتباط با جانورانی که در فصل یک یازدهم مطرح شدن چیا رو داشتیم هید رو داریم پلاناریا رو داریم و حشرات رو در جانوری که مغزش از حالا دو یا چند گره تشکیل شده به طور حتم توجه به این کلمه به طور حتم هم داشته باشین حالا بریم ببینیم چی میگه میگه اون جانوری که مغزش از چند تا گره است یعنی حشرات رشته های عصبی به انشابات بدن جانور وارد می شود. خب بله به داخل شاخک ها رشته عصبی وارد میشه. آیا همانند هیدره؟ بله در هیدر داخل اون بازوهای بدن هیدر ما شبکه عصبی رو داریم. بنابراین گزینه درستمون به طور حتم همینه. اما بریم گزینه های بعدی رو هم چک کنیم. میگه اون جانوری که دو داره یعنی پلاناریا تمام رشته های عصبی متصل به تناب جز به دستگاه عصبی محیطی هستند. خب این غلطه اگر دقت بکنید هم تو متن کتاب مشخص هست هم توی این شکل پله های نردبان رشته عصبی هست ولی جز دستگاه عصبی مرکزی هستن نه محیطی پس این غلطه سومی باز در مورد پلاناریا داره میگه میگه فاصله بین دو تا طناب عصبی از بالا به پایین کاهش پیدا میکنه اگه دقت بکنین روی شکل میبینید که بالا و پایین کم هست فاصله دو تا تناب عصبی ولی در وسط یه مقداری فاصله بیشتر میشه پس این نیست که از بالا به پایین کاهش پیدا بکنه یه افزایش داره بعد یه کاهش و چهارمی در مورد حشرات باز داره میپرسه میگه فعالیت های هر جفت پا توسط یک جفت گره عصبی کنترل می شود در حالی که توسط یک گره عصبی کنترل میشه هر کدومشون توسط یک گره عصبی کنترل میشن. خب بریم برای سوال سوم گفته کدام گزینه در ارتباط با سیناپس ها به نادرستی بیان شده توجه داشته باشه. گزینه یک در هر سیناپس تحریکی نفوذ پذیری قشای یاخته پس سیناپسی تغییر میکنه. خب بله توی سیناپس نفوذ پذیری تغییر میکنه کانال های یونی باز میشن و یون ها جا, جا میشن. پس این گزینه درستیه نادرست نیست. دومی میگه در هر سیناپس فعال حالا چه تحریکی چه مهاری فرقی نمیکنه تغییر پتانسیل الکتریکی در یاخته پس دیده می شود. بله تغییر میکنه حالا یا در جهت مثبت شدن یا در جهت منفی تر شدن. اگه مهاری باشه منفی تر میشه. ولی بله در واقع تغییر پتانسیل الکتریکی رو قطعا خواهیم داشت در سلول پس سیناپسی. پس این هم جمله درستیه. سومی میگه در هر سیناپس مهاری میزان مولکول های ناقل درون فضای سیناپسی با مصرف ATP تغییر میکنن این هم کاملا درسته به خاطر اینکه ناقل ها به وسیله درونبری با مصرف ATP میتونن وارد سلول پیش سیناپسی بشن و به این ترتیب میزانشون تغییر بکنه و چهارمی چی؟ میگه در هر سیناپس غیر فعال ناقل عصبی سبب تغییر شکل ملکول های گیرنده می شود. واقعیت اینه که جمله نادرستمون اینه به خاطر اینکه سیناپس غیر فعال خوش داره میگه غیر فعال بنابراین اصلا ناقل عصبی درش آزاد نمی شود که بخواد باعث تغییر شکل ملکول های گیرنده بشه سوال چهارم میگه هنگام بررسی مغز انسان جای خالی قطعا نمیتواند ادامه ماجرا رو ببینیم چی میگه گزینه یک میگه لوبی از مخ که از سایر لوب ها کوچکتر است کوچکترین لوب مخ میشه پس سری حواسمون باشه در حالی که اگر میگفت کوچکترین لوب مغز میشد لوب بویایی حالا پس ما سر سرکارمون با لوب پس سریه قطعا نمیتواند با مخچه در تماس باشد خب چرا دیگه پس سری و مخچه دقیقا در کنار همن و میتونن با هم دیگه در تماس باشن پس این غلطه هیچ دومی دو میگه لوبی از مخ که از بالا دیده نمی شود منظورش گیجگاهی ها هستن که در ها هستن و از نمای بالایی دیده نمیشن قطعا نمیتواند با سه نوع لوب دیگر مغز مرز مشترک داشته باشد. این هم غلطه. به خاطر اینکه گیجگاهی هم با پیشانی هم با آهیانه و هم با پس سری مرز مشترک داره. پس این که میگه نمیتواند جمله غلط میشه. سومی میگه بخشی که در تنظیم دمای بدن تشنگی و گرسنگی نقش دارد یعنی هیپوتالاموس قطعا نمیتواند پایین تر از مرکز ترشوه بزاق و عشق قرار داشته باشد. خب این درسته دیگه هیپوتالاموس پایین تر از پل مغزی که نیست بالاتر از پل مغزی و تو شکلم کاملا مشخصه. اما گزینه چهار چی میگه؟ میگه هر بخشی که نیمه های مشابه اون توسط رابط یا رابط هایی به یکدیگر متصل شده است منظورش نیمکره های مخ و مخچه است قطعا نمیتواند پردازش نهایی را در قشر خود انجام دهد خب در مورد مخ ما نمیتونیم اینو بگیم چون میتونه پردازش نهایی رو انجام بده و بنابراین این گزینه هم گزینه غلطیه اما بریم سر وقت سوال پنجم گفته کدام گزینه عبارت زیر رو به طور صحیح تکمیل می کنن. در انسان برخلافه. خب اول باید ببینیم که بخش اول درسته بعد تیکه دومش رو با همدیگه چک بکنیم ببینیم برخلاف هست یا نه. گفته در انسان همه حرکات ارادی توسط بخش پیکری انجام می شود. خب این که درسته همه حرکات ارادی توسط بخش پیکری قبول پس حالا بریم ببینیم آیا برخلاف همه ی حرکات غیر ارادیه خب ما میدونیم بخشی از حرکات غیر ارادی توسط بخش پیکری تنظیم میشن در واقع انعکاس های مثل انعکاس عقب کشیدن دست توسط بخش پیکریه ولی غیر ارادیه بنابراین گزینه یک رو نمیتونیم بپذیریم. دومی میگه برخی حرکات غیر ارادی توسط بخش خودمختار انجام میشن. خب بله درسته. آیا این برخلاف همه حرکات ارادی بله همه حرکات ارادی توسط بخش پیکری ولی بعضی از حرکات غیر ارادی توسط بخش خودمختار هست. این جمله کاملا جمله درستی هست. گزینه سه رو بخونیم میگه بخش پیکری در ارسال پیام به ماهیچه ها و انقباز اونها نقش داره برخلاف بخش خودمختار خب هر جفتشون در ارسال پیام نقش دارن و برخلاف هم نیستن پس این رو هم نمیتونیم بپذیریم و چهارمی میگه سمپاتیک همواره برخلاف پاراسمپاتیک کار میکنند. همینجا غلطش مشخصه چون سمپاتیک معمولا برخلاف پاراسمپاتیک کار میکنه و جمله درستمون همون جمله دوم بریم سراغ سوال ششم میگه با توجه به مطالب کتاب درسی کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر صحیح میباشد نوعی نورون که جسم سلولی گلابی شکل دارد اگه به این شکل کتاب توجه بکنیم میبینیم منظورش نورون حسی هست در ماده خاکستری نخا میتونه با نورون رابط سیناپس مهاری تشکیل بده طبق مطالب کتاب درسی ما این رو نمیتونیم بپذیریم حالا شاید جای دیگه این ارتباط رو با نوران رابط داشته باشه ولی طبق کتاب درسی ما با هر دو نورون رابطش سیناپس تحریکی تشکیل داده نه مهاری پس اینو نمیپذیریم دومی رو ببینیم میگه اون نورونی که محل خروج آکسون و دندریتش از جسم سلولی از یه نقطه است باز منظورش نورون حسیه میتونه تنها در جسم سلولیش اندامک تولید کننده ATP مشاهده بشه ما میدونیم که در پایانه آکسون هم میتوکندری وجود داره پس این هم گزینه درستی نیست سومی میگه تعداد میلین های آکسون اون میتونه از دندریت کمتر باشه یعنی آکسونش کوتاهتر از دندریتش باشه بازم منظورش نورون حسیه دارای انتهای دندریتی باشه که نقش گیرنده حسی رو داره آفرین این درسته این در واقع ترکیبی بین فصل یک و دوی یازدهم هست چون انتهای دندریت نورون حسی میتونه به عنوان گیرنده بکار بره توی حواس پیکری ما این رو داریم و چهارمین گزینه میگه اون نورانی که کوچکترین اندازه رو در میان نوران ها داره منظورش نورون رابط هست همواره فاقد میلینه و دیگه طبق متن سریح کتابمون نوشته که هر سه نوع نورون هم حسی هم حرکتی هم رابط میتونن میلین دار یا بدون میلین باشن ولی اینکه بگه همواره فاقد میلین کاملا غلط هست سوال هفتم گفته در حالت پتانسیل عمل وقتی منحنی پتانسیل درون سلول رو به بالا حرکت می کند یعنی داره پتانسیل عمل تازه تولید میشه یعنی کانال های دریچه دار سدیومی باز هستند. جابجا شدن یون ها با چه روش هایی انجام می شود الف اسموز این که مربوط به آب مربوط به یون ها نیست به انتقال فعال درسته جیم انتشار تسهیل شده درسته چون هم کانال درچه دار داریم هم کانال های نشتی رو داریم که میتونن یونها رو جابجا جا کنن برای انتقال فعال هم که میتونیم پمپ سدیم پتاسیم رو مثال بزنیم و دال درون بری درون بری هم برای ملکول های درشت به کار میره نه یونها و برای ایجاد پتانسیل عمل ما نیازی به درون بری نداریم پس دو تا گزینه ب و جیممون درست هستن نگاه میکنیم تو گزینه ها گزینه دو رو انتخاب میکنیم بریم سراغ سوال هشتم یه سوال شمارشی هست که دنبال گزینه نامناسب میگرده میگه مطابق با اطلاعات کتاب درسی هر ساختاری از مغز انسان که در این موارد نقش داره به طور حتم چه ویژگی داره گزینه الف هر ساختاری به این هرش هم توجه بکنید. در تنظیم فشار خون نقش داره میشه بسل و نخا و هیپوتالاموس به طور حتم با سامانه کناری ارتباط دارد خب این غلطه به خاطر اینکه بسل و نخا رابطه با سامانه لیمبیک نداره قسمت ب میگه هر ساختاری از مغز که در حرکت بدن نقش دارد یعنی قشر مخ، مخچه و مغز میانی نسبت به پل مغزی اندازه بزرگتری دارد خب از بین این مواردی که گفتیم مغز میانی از پل مغزی تره. پس اینم غلطه قسمت جیم میگه تنظیم تنفس رو درش نقش داره چه مواردی در تنظیم تنفس نقش دارن یکی بسلا نخای یکی پل مغزی هست که این ترکیبی با دهمه ده برمون آورده حواسمون باشه که قشر مخ در تنظیم ارادی تنفس میتونه دخالت داشته باشه پس ما باید این سه مورد رو در نظر بگیریم چون گفته هر ساختار خب حالا به طور حتم میگه جلوی ساختاری که بخشی به نام کرمینه دارد قرار دارد. خب در مورد بسل و نخا و پل مغزی درسته به خاطر اینکه ساقه مغز در جلوی مخچه قرار گرفته اما در مورد قشر مخ این رو نمیتونیم بگیم بنابراین این گزینه هم غلطه و قسمت دال گفته هر ساختاری که در پردازش اطلاعات نقش دارد پردازش اولیه اطلاعات حسی توی تالاموسه پردازش نهایی هم که توی قشر مخه حالا میگه به طور حد دارای اتصالات سیناپسی میان نورونهای خود است این هم باز از اون مواردی که معمولا حواسمون اگه نباشه ممکنه به تله بیفتیم در سیناپس ما اتصال نداریم بارها این رو با هم دیگه صحبت کردیم که در محل سیناپس نورون ها در کنار هم قرار گرفتن و با هم ارتباط دارن ولی اتصال ندارن پس این هم غلطه و چهار مورد ما غلط شد میایم نگاه میکنیم توی گزینه ها اونی که چهار مورد رو گفته گزینه یک هست که انتخابش میکنه اما بریم سر وقت سوال 9 میگه تعداد کدام موارد با هم برابر است اینم سوال با ایده جدید تعداد گره های عصبی در بدن ملخ که بین مغز و گره عصب دهنده به پای جلو قرار دارن اگه دقت بکنین توی شکل اون گرهی که به پای جلو داره عصب رسانی میکنه گره دوم هست پس بین مغز ملخ و این گره یه دونه گره وجود داره تعداد رو میخوایم بشمریم این میشه عدد یک بعد میخوایم موارد برابر رو پیدا بکنیم دومی میگه تعداد گره های عصبی موجود در بدن پلاناریا پلاناریا دو تا گره عصبی به هم جوش خورده در مغزش داره قسمت جیم میگه تعداد گره عصبی در جانداری که دارای ساده ترین تناب عصبی گره داره یعنی حشرات بقیه که تناب عصبیشون گره دار نیست حشرات گره دار هست تعداد گره های عصبیش هم. اگر از روی شکل بشمورین نه تا هست قسمت دال میگه تعداد تناب عصبی در جانداری که دارای ساده ترین تناب عصبی یعنی همین جناب پلاناریا که میدونیم دو تا تناب عصبی داره اونجا تعداد گره ها رو خواسته بود اینجا تعداد تناب های عصبی رو خواسته که هر دوتاش تاش دو تاست. و قسمت تا گفته تعداد پرده هایی از مننج که از هر دو طرف در اتصال با مایه ضربه گیرن ببینید سخت شامه و نرم شامه یعنی لایه بیرونی و لایه درونی فقط از یه طرف با مایه مغزی و که همون و مایه ضربه گیر باشه در تماس هستند. اما لایه میانی که انکبوتیه باشه هر دو طرفش این مایه در جریان هست بنابراین تعداد پرده ها همون فقط یه دونه پرده میانی میشه عدد یک میشه و قسمت آخر گفته تعداد لایه های ترین پرده مننج زخیم ترین پرده مننج لایه بیرونیه که خودش از دو تا لایه تشکیل شده حالا بیاییم ببینیم میگه کدوم موارد با هم برابرن الان اگه دقت بکنیم الف و ت با هم برابرن هر دو تا یکن از اینجا هم دو تا یا رو بخوایم بشمریم ب و دال و یه هر کدوم دو موردن بیایم نگاه کنیم موارد رو به دال یه تو گزینه چهار اومده و جواب ما همینه بریم سراغ دهمین ده سوال گفته کدام گزینه در ارتباط با انواع گیرنده های حسیه پیکری در بدن انسان از لحاظ درستی یا نادرستی با سایر گزینه ها متفاوت است. خب این هم یه مدل جدید از تست هست. ما باید دونه دونه همه اینا رو درستی نادرستیشون رو در بیاریم بعد ببینیم کدوم گزینه با بقیه متفاوت است. گزینه یک گفته گیرنده حسی درد همانند گیرنده حس وضعیت انتهای دندریت آزاد دارد. بله دقیقا هر جفتشون انتهای دندریتشون آزاده. این گزینه درستیه. دومی میگه گیرنده فشار همانند گیرنده حسی درد انتهای دندریت یک یاخته عصبی است. این هم دقیقا درسته هر جفتشون هم فشار هم درد انتهای دندریت سومی میگه در سرما یا گرمای شدید گیرنده حسی درد همانند گیرنده دمایی تحریک میشود. این هم دقیقا جمله کتاب میگه چی میگه که اگر محرکی بیش از حد باشه میتونه گیرنده درد رو هم تحریک بکنه مثل سرما یا گرمای شدید. و گزینه آخر میگه گیرنده درد همانند انتهای قاعده مو فقط در لایه میانی پوست قرار دارد ما میدونیم که گیرنده درد در سرخرگها هم وجود داره بنابراین این گزینه نادرستیه و اونی که متفاوت هست با بقیه گزینه چهاره که انتخابش میکنیم تست شماره 11 میگه کدام مورد یا موارد در ارتباط با کره چشم انسان به درستی بیان شده است. الف انبیه همانند عدسی سبب تغییر همگرایی پرتوهای نور می شود. انبیه ربطی به تغییر همگرایی نداره. پس الف غلطه. ب میگه در نقطه کور آکسون یاخته های عصبی رو برخلاف گیرنده نوری چشم میتونیم مشاهده بکنیم. دقیقا در نقطه کور ما آکسون ها رو داریم که دارن عصب بینایی رو در واقع تشکیل میدن و از چشم خارج میشن ولی در اون نقطه ما گیرنده نوری به هیچ عنوان نداریم. قسمت جیم میگه جسم مژگانی با لایه خارجی کره چشم و شبکیه تماس دارد بچه جون شبکیه توی یک سوم جلوی چشم نداریم ما یعنی هیچ گیرنده نوری در یک سوم جلویی نیست بنابراین جسم مژگانی که در اون قسمت جلویی نمیتونه با شبکیه تماس داشته باشه چی هم غلطه دال میگه لایه خارجی کره چشم تمام بخش های چشم رو میپوشونه غیر از اون بخشی که داره عصب خارج میشه اون ناحیه ما دیگه سلبیه نداریم پس دال هم غلطه فقط یه مورد ب درسته که توی گزینه چهار هست و علامت میزنیم سوال دوازدهم گفته در نوع بیماری چشمی که پرتوهای ورودی به چشم زودتر همدیگر رو قطع میکنند اول کشف رمز بکنیم کدوم بیماری چشمیه که پرتوها هم گراتر شدن توی نزدیک بینی هست حالا یا به دلیل اینکه عدسیش هم بیشتره یا به دلیل این هست که کره چشم بزرگتر هست که پرتوهای ورودی زودتر هم دیگر رو قطع میکنن پس بیماریمون رو فهمیدیم نزدیک بینیه حالا میگه نمیتوان گفت یعنی دنبال گزینه نادرست داریم میگردیم گزینه یک میگه حجم ماده ژله پشت عدسی چشم یعنی حجم زلالیه نسبت به حالت طبیعی افزایش یافته خب این درسته چون ممکنه در نزدیک بینی ما کره چشممون بزرگتر باشه و در نتیجه میزان زوجاجیش بیشتر باشه این میتونه درست باشه دومی میگه همگرایی پرتوهای نوری توسط عدسی چشم کاهش میابد. توی نزدیک بینی همگرایی افزایش پیدا کرده. پس گزینه غلطمون رو پیدا کردیم. نمیتونیم بگیم همگرایی کاهش پیدا میکنه. جوابمون این گزینه دو هست. گزینه سه و چهارم بخونیم. گفته سطح اولین محیط شفاف چشم صاف است عدم صافی رو ما در مورد فقط آستیگماتیسم داریم میبینیم که حالا قرنیه و عدسی ممکنه ناساف باشن تو آستیگماتیسم توی نزدیک بینی همچون چیزی نداریم و چهارمی داره میگه که با استراحت ماهیچه مژگانی تصویر جلوی شبکیه میفته خب چون که فرد نزدیک بین هست بنابراین اجسام دور رو تصویرشون رو در جلوی شبکیه تشکیل میده این رو میتونیم بگیم این مورد درستی هست بریم سراغ سوال سیزده میگه کدوم گزینه در خصوص گیرنده های نوری چشم انسانی بالغ و سالم صحیح هست بعد به شکل گیرنده های نوری توجه بکنیم تا بتونیم این سوال رو به درستی جواب بدیم. گزینه یکش میگه در گیرنده های استوانه ای در مقایسه با مخروطی مقدار ماده حساس به نور کمتری یافت می شود. اگه به شکل توجه بکنید می بینید که این بخش تعداد دیسک ها توی استوانه ای بیشتره و این داره برعکس میگه. گزینه دوم میگه درگیرنده های مخروطی در مقایسه با استوانهای نزدیکترین نزدیکترین که واجد ماده حساس به نور به هسته اندازه بزرگتری دارد. این دقیقا درسته و طبق شکل فقط ما میتونیم به این پاسخ بدیم. باید شکل رو دقیقا اسکن کرده باشیم و تو ذهنتون داشته باشین تا دا بتونیم به همچین سوالاتی پاسخ بدیم. سومی میگه گیرنده های ای در مقایسه با مخروطی برآمدگی موجود در حد فاصله بین هسته و محل قرارگیری ریز های حاوی ماده حساس به نور چقدر توضیح داده داره در مورد این قسمت میگه میگه این بخش بزرگتره خب اگر دقت بکنید برعکس داره میگه اون بخشی که ماده حساس به نور قرار گرفته توی استوانه ای بزرگتره این برآمدگی مابین در مخروطی بزرگتره اینا حالا نکاتی هستش که شما برای های بعدی میبایستی به ذهن بسپرید و گزینه چهارم میگه تو گیرنده های مخروطی در مقایسه با گیرنده های استوانه ای هسته نسبت به دورترین دیسک حاوی ماده حساس به نور نسبت به هسته در فاصله دورتری قرار گرفته چون گیرنده های مخروطی نسبت به استوانه یا در مجموع کوچیکتر هستند بنابراین هسته هم به اون دیسک ها فاصلش کمتر هست نزدیکتر هست پس این رو هم نمیتونیم بپذیریم و غلط هست بریم سراغ تست شماره 14 میگه کدام گزینه به طور نادرست بیان شده دقت کنیم رفتیم سراغ تشریح چشم میگه در هنگام تشریح چشم گفت فاصله عصب بینایی تا قرنیه در زیر چشم نسبت به روی چشم بیشتر است خب این دقیقا برعکسه چون عصب از, از بخش پایینی کره چشم خارج میشه بنابراین فاصله بخش بالایی بیشتره نه پایینی این غلطه و دنبال گزینه غلط هم میگشتیم بنابراین این جوابمون همین گزینه اولیه اما بقیه گزینه ها رو هم چک کنیم نکاتش برامون مهمه گزینه دوم میگه در هنگام تشریح چشم گاو میتونیم انرپیه و جسم مژگانی رو به راحتی از هم دیگه جدا بکنیم بله دقیقا اگر تشریح کرده باشیم متوجه میشیم که این دوتا به راحتی از هم دیگه جدا میشن و مشکلی وجود نداره سومی میگه در سمت بینی گاو نسبت به سمت دیگر قرنیه پهنتر است این هم دقیقا درسته به خاطر اینکه قرنیه رو گفتیم یه حالت تخ و مرغ شکل داره که سمت بینی پهنتره سمت گوش باریک داره و یکی از روش هایی که ما میتونستیم چشم چپ و راست رو از هم تشخیص بدیم هم همین بود و چهارمی میگه بعد از تشریح چشم گاو و برش در لایه های چشم زلالی کاملا شفاف نیست دقیقا همینطوره به خاطر اینکه یه تعدادی رنگدانه ها آزاد میشن با بریده شدن اون لایه مشیمی و در نتیجه زلالیش رو از دست میده ما اون دونه های سیاه رو داخلش میبینیم اما تست شماره 15 باز یه تست شمارشی هست و در مورد ساختار چشم دنبال گزینه نادرست هم میگردیم دقت کنید قسمت الف میگه سطح تماس عدسی با ماده ژله‌ای نسبت به ماده شفاف بیشتر است. اگه به شکل توجه بکنید این سمتی از عدسی که به سمت داخل هست یه مقدار تعدبش بیشتر هست و بزرگتر هست پس سطح تماسش با زجاجیه بیشتر هست نسبت به زلالیه و این گزینه درستیه چون تست شمارشی هست ما هر کدوم از جملات رو سعی و غلطش رو به صورت مجزا پیدا میکنیم بعد میشموریم قسمت به گفته زخامت شبکه چشم در نقطه ای که مقدار گیرنده های مخروطی فراوانتری دارد کمتر است ببینید گیرنده های مخروطی کجا فراوانترن تو لکه زرد این هم گزینه درستیه اگر به تصویر دقت بکنید میبینید که این ناحیه مقدار فرو رفتگی داره گزینه جیم گفته در محل خروج عصب بینایی لایه ای از چشم که واجد رنگدانه و ماهیچه صاف است یعنی مشیمیه قرار ندارد این هم جمله درستیه به خاطر اینکه مشیمیه در بخشی که عصب داره خارج میشه داریم تو شکلم میبینیم که دقیقا قطع میشه و وجود نداره و گزینه دال در نهایت گفته در محل تماس جسم مژگانی به لایه درونی چشم زجاجیه مشاهده می شود ببینید ما جسم مژگانیمون به شبکیمون تماس نداره به خاطر اینکه هم نلان گفتیم اصلا تو یک سوم جلوی چشم ما شبکیه رو نداریم و تماسی بین اینا وجود نداره و گزینه نادرستمون دال هست پس یه مورد نادرست پیدا کردیم توی گزینه ها نگاه میکنیم چهارمی رو علامت میزنیم سوال 16 هم گفته با توجه به عبارات زیر کدام گزینه به موارد درست اشاره کرده است بازم یه جورایی شمارشی محسوب میشه و اینجا داریم دنبال گزینه درست میگردیم باز دونه دونه بخونیم الف گفته تحریک گیرنده های حسی پیکری که سازش ندارند یعنی گیرنده درد به طور حتم به دنبال تخریب یاخته ها رخ می دهد. خب حتمیتی اینجا وجود نداره. ممکنه که یک محرکی پیش از حد تحریک شده باشه مثل سرما و گرمای شدید گیرنده درد تحریک بشه ولی لزوما تخریب یاخته ها نیست. گزینه ب میگه هر گیرنده حسی پیکری که فاقد پوشش پیوندی اطراف انتهای دارین هست. یعنی درد و گیرنده وضعیت این دوتا فاقد سازش است درد آره سازش نمیکنه ولی گیرنده وضعیت سازش پذیره پس این هم غلطه گزینه چی میگه گیرنده های حس دما الزاما در تمام سیاه های بزرگ وجود ندارد خب بله الزاما وجود ندارد یعنی این میتونه درست باشه تو بعضی از سیاه رک های بزرگ ما گیرنده دمایی داریم و دال میگه ممکن نیست گیرنده حساس به کاهش اکسیژن همانند گیرنده حس دما در یک نوع رگ مشاهده شود. خب این گیرنده شیمیایی رو ما در سرخ رک ها میبینیم و این گیرنده حس دما رو تو بعضی از سیاه رک ها پس ممکن نیست تو یک نوع رگ باشن و این هم گزینه درستیه جیم و دال رو پیدا کردیم توی گزینه ها نگاه میکنیم و گزینه یک رو علامت میزنیم سوال 17 گفته کدام عبارت ویژگی نوعی گیرنده رو در پوست بیان میکنه که تا رفع محرک همواره پیام ارسال میکنه حتی اگه محرک ثابت و مداوم باشه خب این همون گیرنده درده که سازش نداره حالا بریم ببینیم رو چی گفته میگه همانند عمق ترین گیرنده پوست یعنی گیرنده فشار انتهای دارینه پوشش است خب این که غلطه پوشش نداره دومی دو میگه بالای قشای پایه پوست قرار داره یعنی سطحیه این درسته سومی میگه برخلاف گیرنده مکانیکی زردپی انتهای دارینه منشعب است خب مال هر دوتاشون منشعبه پس این برخلاف نیست منظورش همون گیرنده وضعیت هست که اونم انتهای دندریت منشعب هست و این دوتا همانند همن و چهارمی میگه نوعی یاخته غیر عصبی تخصصی یافته است میدونیم که گیرنده درد بخشی از نورون نه سلول غیر عصبی سوال 18 میگه در چشم انسان سالم هر بخشی که نوعی مایع شفاف در تغذیه آن نقش دارد یعنی قرنیه و عدسی که به وسیله زلالیه تغذیه میشن کدام یک از ویژگی های زیر را دارد پس ما باید تو اینا دنبال ویژگی مشترک قرنیه و عدسی بگردیم یک میگه بخشی از لایه های سازنده کره چشم است خب این در مورد قرنیه درسته ولی در مورد عدسی درست نیست پس ویژگی مشترک نیست دوم میگه در هر دو سمت خودش با مایع شفاف در تماس است. این در مورد عدسی درسته اما در مورد قرنیه درست نیست چون فقط سطح داخلیش با زلالی در تماسه این هم غلطه. سومی میگه باعث تغییر در مسیر پرتوهای نور عبوری از خود میشود آها این کاملا درسته هم قرنیه هم عدسی محیط های شفافی هستند که یه مقدارم تهدب دارن و در نتیجه مسیر نور رو میتونن تغییر بدن و باعث همگرایی پرتوهای نوری بشن چهارمی چی میگه؟ میگه با افزایش قدرش تصویر اشیاء نزدیک روی شبکیه میفته این هم دقیقا فقط در مورد عدسی قابل گفتنه چون قدر قرنیه که تغییر نمیکنه. اما بریم سر وقت سوال 19 ها. میگه کدام گزینه به لحاظ درستی و نادرستی متفاوت است یعنی شما بیا همه این چهارتا رو درستی نادرستیشون رو پیدا کن اونی که متفاوته بگو گزینه یک میگه زخیم ترین قسمت های در نواحی مرکزی سطح چشم قرار دارن خب واقعیتش اینه که این قسمت های مرکزی میزان سلبیهشون نازکتر هست نه زخیمتر پس این نادرسته دومی میگه فاصله سرخ رگ های وسط عصب بینایی چشمهای انسان از فاصله سیاه رگ های آن کمتر است ببینید نکته ای که وجود داره اینه که ما وسط عصب بینایی یه دونه سرخ رگ و یه دونه سیاه رگ داریم و اصلا من اول که این تست رو خوندم گفتم خب این غلطه دیگه سرخ رگ ها نداریم ولی بعد که دقت کردم دیدم داره میگه چشمهای انسان پس در واقع دو تا عصب و دو تا چشم رو داره در نظر میگیره و میخواد ببینه که سرخ یا به هم نزدیکترن فاصله شون کمتره نسبت به سیاه رک ها یا نه اگه دقت بکنید سرخرگ در بخش داخلی تر قرار گرفته در نتیجه سرخرگ دوتا دو تا عصب به هم دیگه نزدیکتر هستن. این دیگه واقعا سوالش از اون سوالای عجیب بود این الان درسته خب ولی من هنوز نمیتونم جواب قطعی رو بگم چون باید دو دوتای بعدی رو هم حتما چک بکنم بعد ببینم که کدوم با بقیه متفاوته سومی میگه نازکترین قسمت از شبکیه حین تصویر برداری با دستگاه ویژه به رنگ زرد دیده میشود اگه به این تصویر دقت بکنید میبینید که اون بخشی که به رنگ زرد دیده میشه با دستگاه در واقع نقطه کوره و نقطه کور کلا گیرنده نداره شبکیه نداره در اون بخش فقط یه تعدادی عصب داره که داره خارج میشه و نازکترین قسمت لکه زرده که اتفاقا به رنگ تیره دیده میشه نه به رنگ زرد با دستگاه که تماشا میکنن و این غلط هست نازکترین قسمت به رنگ تیره دیده میشه و چهارمی میگه تعداد گیرنده های مخروطی برخلاف گیرنده های در قسمتی که با دستگاه به رنگ زرد دیده میشود یعنی در نقطه کور علکه زرد کمتر است بین کلا نه گیرنده مخروطی داریم در نقطه کور نگیرنده گیرنده استوانه ای داریم پس اینم غلطه بین این چهار تا گزینه گزینه دوی ما گزینه درسته به خاطر اینکه متفاوت از اوناست و اما آخرین تست باز ایده جالبی داره میگه ترتیب زخامت چند مورد شمارشی هم هست به درستی بیان شده الف سلبیه بخش جلویی چشم مشیمیه این علامت بزرگتر کوچکتر هم دارید میبینید یعنی سلبیه از بخش جلویی مشیمیه بیشتر زخامتش و این هم از مشیمیه خب واقعا الان ما تو همین جلسه دو بار گفتیم که ما اصلا بخش جلویی چشممون شبکیه نداره پس اگر هم بخوایم زخامت بگیم باید اینو بذاریم آخر چون خیلی کم اصلا نیست موجود نیست زخامتی نداره پس این حالته. به میگه پرده خارجی مننج زخامتش از میانی بیشتره میانی از داخلی بیشتره خب این که درسته جیم میگه زخامت بخش محیطی دستگاه عصبی پلاناریا بیشتر از بخش مرکزیه اگه به شکل توجه بکنید میبینید که این بخش مرکزی که این نردبان است زخامتش بیشتره پس اینم غلطه و دال میگه زخامت ماده خاکستری سطح حسی نخا نسبت به سطح حرکتی نخا بیشتره باز اگر به شکل توجه بکنید میبینید که این شاخ نخا در بخش حسی نازکتره پس این هم غلطه ما فقط یک مورد ب رو به درستی داشتیم توی گزینه ها نگاه میکنیم و گزینه یک رو علامت میزنیم خب عزیزان امیدوارم که نکات رو یادداشت کرده باشین و بهره لازم رو از این جلسه برده باشین. اگر خواستین آزمون قلمچی سری پیش رو بررسی بکنید، لینکش رو براتون گذاشتم. میتونید مراجعه بکنید و اون رو هم ببینید که نکات فصل یک رو دیگه دقیق و کامل داشته باشین. تا یه جلسه دیگه و یه تحلیل دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و روزگار خوش.